مهمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که حال خودمون رو یه ذره هم که شده بهتر کنیم. روز 23 چالش شطرنج سری در سایت chess.com امروز هم میخوام شطرنج بزنم و کمی از بازی کردن و شطرنج بازی کردن لذت ببریم. بازی کردن یکی از کارهای مهمه که ما باید توی زندگیمون فراموش نکنیم. شاید خود زندگی هم یه بازی باشه، یه بازی که قرار ازش لذت ببریم، قرار یاد بگیریم و همه این چیزا. حریف رو یه لحظه چک بکنم، 3 جون 2023 بریم باش بازی کنیم ببینیم کی هست. هیمان، حالا هرچی که بقیهش رو نمیتونم بشنوم بخونم بشنوم. خب سیستم مدرن رو بازی میکنه بازیکن جشش فیل جه هفت. در ادامه رو چجوری بازی میکنه امروز سعی دارم که بازی خوبی رو ارائه بدم. وارد پیرک داره میشه، آیا اسبش رو بیرون بیاره شبیه بازی کاسپاروف توپالوف میشه که حتما در آینده توی کانال باقی میذارم. من سعی میکنم کامنت هایی که توی ویدیو قبلی زیر ویدیوهای قبلی میذارین رو اینجا جواب بدم، چون دیگه واقعا نمیرسم، ویدیوها داره خیلی زیاد میشه. کامنت ها رو همگی رو میخونم و اونایی که یادم بیاد رو جواب میدم. بعضی از دوستان، یکی از دوستان پرسیده بود چجوری حالت رو خوب میکنی که هر روز میتونی بازی کنی. حالتون خوبم نباشه بازی کنین و تمرینتون رو انجام بدین. قرار نیست فقط توی حال خوب ما کارامون رو انجام بدیم. بازیکنهای واقعی اونایی هن که توی لحظات بدشون هم ادامه میدن و مثلا اون انسان واقعی کسیه که بتونه توی لحظات بدش هم به روند خودش ادامه بده و تا جایی که میتونه خودش رو سر حال نگه داره و کارهاش رو جلو ببره. خب من اسبم رو به F3 بذارم. سیستم مدرن رو بازی کرده بدون آوردن اسب F6. یکم هم دوست دارم روی زمان حریف کار کنم تو این بازی، دلیل داره این حرکتم. البته فیل 6 رو اگه بازی کنم میزنه به 4. من آسر رو بازی میکنم فعلا. اسب F6ش یه حرکت دقیقی بود تقریبا اینجا میشه گفت. الان فیل 6 میزنه وزیر G7، رخ F8، اسب G5 بد نیست. خوبم هست. بریم فیل 6 رو بازی میکنم. اگه بزنه با وزیر میزنم، اگه استری 4 بزنه، اگه اینجا استری 4 بزنه من با اسب میزنم، با فیل بزنه وزیر رو میذارم G7. داره میفته توی این چیزی که دارم میگم. میتونم اولم با اسب G5 شروع کنم، وزیر G7، شاید D7، مگر اینکه بازی کنه. اگر اول با اسب G5 بازی کنم چیکار میکنه؟ باید فیلش رو تکون بده، وزیر G7، شاید D7 رو هم در اون صورت میزنم. وزیر G7، شاید D7، الان از G5 رخ G8، وزیر در F7. جفتشون خیلی خوبن. با وزیر G7 آغاز میکنم. طرح وزیر در چش، شاید فیل در F3 داشته باشه که بخواد بته. نه، فیل در F3 یه رخ کامل عقب میافته، تفاوت که نمیشه، رخ کامل میشه. داشتم اینو میگفتم که هر روز تمرین لازمه، حتی اگرم حالتون خوب نیست شطرنج میتونه بهونه ای باشه که حالتون رو بهتر کنید. و فقط این میگم، در حالت عصبی و اینها زیاد بازی نکنید. در این حالت هایی که خیلی عصبی هستین یا خیلی حالتون خوب نیست، فکر میکنید امکان داره که مثلا حالتون بدتر هم بشه، دیگه اونجا رو بازی نکنید. خب فیل رو به D5 هم میذاره. میتونم از طرف F7 رو بزنم. غیر از اون
همین دفاع داشت دیگه، غیر از این چیز دیگه ای نداشت. از طرف هفت اگه رخ جشتان بازی کنه وزیر در این، یا از در دهش رخ در جهف نمیشه. یکم وزیرم اونجا گیر نمیکنه. از طرف هفت رخ جه هشت، وزیر درش هفت، وزیر اف هشت. اصلا اسب چیشی چیزی گیر نمیکنم. باید بزنم دیگه، سه چهار رو که میزنه اتفاقی نمیفته، باید بزنم و این تعویض صورت بگیره. نمیدونم تا الان چجوری بازی جلو رفته، ولی خب فعلا مبهمه، خیلی مبهمه. شاهش ضعیفه ولی خب منم مهره هام گسترش پیدا نکردن، یعنی یه قلعه فیلم بیرون بود خیلی قضیه فرق میکرد. یکی از دوستان اسم منو پرسیده بود، من محمد شاه مرادی هم. ریتینگ فیدم هم خیلی از دوستان میپرسن 2158، بیشترینش 2000 و ببینم چی دیده برام دیگه، فعلا پیداش نکردم که چی دیدم. آها، وزیر ای 8، وزیر ای 8 بیاد از جه 5، رخ 8، وزیر جه 7 نمیگیره وزیرمو. بزنم 2240 هم رفتم، مدت هاست بازی نمی کنم بازی سر سفر و مسابقات رو. پس چیش که ندارم برم چون رخ اینجا داره، پس به دست بزنم جه 5. اوضاع داره کم کم خطرناک میشه ولی خب مجبورم. یه وزیر H3 کیشی دارم، وزیر فنجم، وزیر H3 دارم، یه پیاده جلو هم بالاخره این امکان رو دارم. رخ اینجا رو هم با وزیر میزنم، نمیبینم که وزیرم رو بگیره. واقعیتش زمانمون هم برابره. خب حالا اگه قلعه برم وزیر F4 کیش میده، نمیشه. بذاریم من این وزیر H3 رو بازی کنم. وزیر فنج قله، حالا آره وزیر فن بازی کرد بعدش قله میرم. حالا قله میرم، بهتر از اون فکر نمی کنم داشته باشم، چون که اگر مثلا، ولی میتونه رخ فشتی چیزی بازی کنه بعدش، بازم اوکیه. فیل دی سه، از یه درج سه، از درج سه، از درج دی چار. فیل دی سه یه ضرب رو میزنه، میزنه از درج دی چار میزنه، قله رخ فش عجله ای ندارم، یه حرکت دیگه بازی میکنم. بریم قله رو بریم. وضعیت سختی شده، داره خوب بازی میکنه اینجا رو و خیلی وقتم نیست که توی سایت. خب موردهای دیگه ای که گفته بودین توی کامنت ها رو بذاریم من بتونم جواب. الان داشتم به این فکر میکردم که این رو بازی کنه، من مجبور نیستم فیلد سه، میتونم الان سه سه بازی کنم، درسته؟ میتونم هم کارهای دیگه ای بکنم الان کلا، مثلا فیلو بذارم E2. آها میزنه تو H3. خب دیگه چی دارم من؟ مثلا داره شاهش رو هم امن میکنه. سه سه دفاع از پیاده، حرکت بعدیش رو نمیتونم حدس بزنم، مثلا از با پنجی چیزی یا میتونم بزنم چهار بازی کنم. فیل بسرم دارم رخ ای یک بازی کنم.
بریم دیگه. حالا خوب و بدش رو نمیدونم، سه سر رو بازی میکنم این پیادم دفاع بشه که بتونم کم کم مهره هام رو بیرون بیارم. البته فعلا بازم فیلم نمیتونه بیرون بیاد چون جی دو زیر ضربه. نرخ 6 خیلی قوی بود. یه بزنم با رخ میزنه. اسبم دفاع نداره. شنگ اسبم بی دفاع میشه. به همین دلیل باید وزیرها رو نگه دارم توی بازی. یعنی میزنه تو اف 2. بزنم با رخ بزنه هیچ جوره نمیتونم اسبم رو نگه دارم. یه 4 رو رخ در جی 5 میزنه. کار کنم، مجبورم دیگه زمان تلف نکنم. رخ 6 سریع و دقیق بازی میکنه. وزیر در افت و وزیر کیش، به نظر باید کیشو بدم. تعویض وزیرها رخش رو به اینجا می آورد، اصلا خوب نبود. یهو برگردون وضعیت رو. حالا بذارین رو بازی یکم تمرکز داشته باشم ببینم چی کارش میتونم بکنم. به قول یکی از دوستان، حریف هر کاری هم بکنه تو باید ببریش. که نمیدونم چه جوری، ولی خب سعی خودم رو میکنم. وزیر به F5 برگرده، بر نمیگرده، اصلا خریدار این داستانا نیست. فیلو بیام اینجا رو F4 میکنه، وزیرم جا نداره. اسپچ 3 چیه؟ وزیر کیش میده توی 3. فیلد 3 رو خف 4. وزیر جس. مجبورم بریم بازی کنیم. چیز دیگه ای ندارم. شاه B1. نمیدونم. دارم رخ 1 بازی میکنم، بازی خودم رو میکنم. باید سعی کنیم رو بازی بهترین خودمون باشیم تا جایی که میتونیم بهترین عمل کرد رو از خودمون ارائه بدیم. حریف هم البته باید بذاره که این اتفاق بیفته، ولی خب اگه نذاشتم حالا شما یه کاریش بکنید. وزیر جس فورس، چیز دیگه ای نمیبینم. تعویض وزیرها رو بزنم، دوست نداشتم تعویض بشه ولی شد دیگه. این یکی رو هم بزنم، بدم نشد. حالا این تعویض یه امکاناتی رو در اختیارمون قرار میده. کیشو بدم. خب شاه 3-8، اسبی 7. چرا باید دستش رو بذاری هفت؟ خب فیل در جی 6 که ندارم، اسب رو کجا بذارم؟ اسب یه جایی پیدا کن برای خودت. اسب جای خوبی نداره. اسب ای بابا، فیل بسه. چه 5 داره که با مات جه 5 شوار.
از چشیش رخ درده سمات میشم. قوی نبود این حریف به نظرتون؟ خیلی قوی بود. قوی بود و قوی ترم شد. کار تونستم بهتر بازی کنم ولی شاسه یکم اوورلوک بود. اشکال نداره دیگه، حالا یا حریف خیلی قویه یا حریف خیلی قویه، یکی از این دو حالت. E5 اصلا امون نمیده به ما. E5 هم میبینه حتی. دوست دارم امون ندادنش رو ببینم. میریم اکانتش رو چک میکنیم بعد بازی ببینیم چه خبره اکانتش، شاید هم خبری نباشه. فیلپس نیت، شک نکنید که بازیکن خوبیه، شک نکنید بازیکن خیلی خوبیه. Great player of course. یه کاری کنم مات نشم یه لحظه، بذارم اینجا ببینم چی کار میکنم. چی شد؟ آه ماتم کرد. اوکی. یه لحظه اصلا نفهمیدم که مات شدم. یه لحظه گیم ریویو رو که بزنم ببینم بازی چطور بود. یاد گرفتیم خیلی چیزا از این بازی. 98.5، 98.5 دفاع مدرن رو استاد به ما تدریس کردن. اسپف 3 اسپف 6 هم حتی حرکه کتابیه. آسه ما بیدقتی بود. فیل 6 زدنش خوبه، مستری 4 هم خوبه. میگه باید اول از چه 5 میکردی بعد از فیل 5. حالا وزیر جه 7، وزیر جه 7 من مشکلش چیه؟ همونه دیگه. خب بهترین دفاع اینجا پیدا شد، از 3-6 هم خوبه، یعنی انتخاب 1 و 2. وزیر 3 کیش ما هم خوبه، قلمون هم خوبه. اینجا دیگه نتونستیم ادامه بدیم. اینجا F3 به ذهنم رسید ولی واقعیتش رخ 8 رو ندیده بودم. این 3-3 مشکلش فقط رخ 8ه، بقیه حرکات رو مشکل چندانی نداریم. رخ 8 حالا با وزیر بزنم با رخ میزنه، اسبو که F3 بذارم میتونه با هر کدوم دوست داره بذاره. H3 هم با رخ میزنه میبازم. حالا دو سوار به رخ میشه. وزیر رو گذاشتیم G3، زد تو F2. E6 اصلا یه حرکتی که من اصلا توقعش رو نداشتم. فیل D3 وزیر کیش، شاه B1 رخ F4، وزیر G3 زد. همه اینها دقیقه، از B7 دقیق ترین حرکات، رخ در جس، اسب F4. منم بد بازی نکردم. اینجا بعد از اینکه این کارو کردم فیل 3-2 رخ H3 به ذهنم رسید ولی دیگه شاه 3-1 رو به دلیل G5 بازی ندیدم، یعنی G5 رو. خب من بزن یه لحظه این اکانت رو یکم چک بکنم. بلیتسش 2014 است، بولتش 2239. یه بازی دیگه 95% داره.
99 هفت. بسیار عالی، بسیار عالی. بریم بازی بعدی. روز خوبی رو شروع کردیم، از 2500 ما رو آورد پایین. پس من اکانت هایی که از 2022 وارد سایت شدن رو بازی کنم و بذارم مثلا خیلی وقت باشه که تو سایتن. خب بازم که به این خوردیم، بازی هم میکنم. بورت میزنم. دیگه این رحم نداشت، وگرنه باش بازی. بعضی از اینا رحم دارن ولی این رحم نداشت. ده چهار بازی کرد، ما تسلیم شدیم. سایت chess.com هم بهم میگه همه بازی ها، میگه ریمچ بزنیم. یارو میگه ریمچ بزنیم. ای خدا. ریمچ واقعا. حالا ولش کنیم بریم سراغ سوال هایی که شما توی کامنت ها پرسیده بودین. چیا پرسیده بودین؟ اینم یادم میاد. سوال زیادی وجود نداشت. خیلیاتون که حمایت میکنین، دمتون گرم. لامپم روشن نکردم. خیلیاتون که حمایت کرده بودین، دمتون گرم. واقعا ممنون از حمایت هاتون، از اینکه انرژی میدین. هرچند یکم واقعیتش چطور بگم، ویدیوهای چالش ها یکم داره کار کانال رو خراب میکنه اینجوری که داره جلو میره و ویو ها خیلی پایین اومده، لایک ها خیلی پایین اومده. حالا یه هفته ای هم خودم ویدیو درست نکردم، خبردارم، ولی خب فکر میکنم فعلا تا این چالش دیگه، شاید فعلا این چالش رو هم بذاریم، حالا بعدا یه کارهای دیگه ای هم میکنیم. ژانویه 2023 رو همون 2022 حساب میکنیم. ماه اوله. یه پیرک دیگر رو داریم توی این بازی. این بار پیرک مدرن نیست و این شبیه همونه بازی. وزیر ده دو فیل ده سه. همونطور که میبینید من وزیر رو میذارم ده دو، فیلم میذارم ای سه، برای اینکه قلعه بزرگ برم و لاین های قلعه بزرگ رو بازی کنم مقابل این حریف. اسب رو به F3 میذارم. حریف فیلش رو به G7 نمیاره چون میخواد اگه اومدم چیش با یه ضرب بزنه من رو و دو ضرب نشه کارش. فن یه ضرب رو اجرا میکنن این حریف. قلعه رو برم دیگه. با این نحوه بازی کردن حریف من قلعه بزرگ به دردم نمیخوره چون B5 رو بازی کرده، میتونه حمله سریعی رو در جناح شاه آغاز کنه. حرکت H3 هم اینجا حرکت بدی نیست که از اسب G4 جلوگیری کنه. حالا اینجا رو که میتونم فیل 6 بازی کنم به نظر خودم، فیل G7 ش حالا اینجوری هم بازی کرد، مسئله ای نیست. به نظرم رخ E1 بهترین حرکت ممکنه. مرکزمون رو حفظ کنیم. خب سرعت این بازیکن رو اگه دقت کنین سرعت معقولیه و کار غیر معقولی نمیکنه. خلاصه معقوله همه کارش. خب من با طرح معمول این ساختار جلو میرم. A4 حمله به این پیاده که برونه، بعد من اسبامو برمیدارم و کار خاصی که نداره، نه فعلا. و حالا میخوام به این جناح وزیرش ضربه بزنم با سه سه. اینا سه سر رو بازی میکنم، به جناح وزیرش ضرباتی رو وارد کنیم. بازی پیچیده یه دیگه. سه پنج رو هم بازی میکنه حریف. حالا خونه های سفید رنگ تا حدودی ضعیف شدند. حدودی داره، حدودیه. خب الان وقت تصمیم گیریه. چیتر که میخوریم، لایک هم که نداریم، ویو هم که کمه، چالش چیه دیگه؟ فقط چون خیلی از شما عزیزان
واقعا خیلی حمایت کردین، از چالش ها ادامه میدیم، ولی خب دیگه میشه ها، اسپیسه میشه. ببینید دارم حساب میگم، بزنم 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 آه فیلم 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 اینو بزنم، نزدیک بود دستو بزنم میسه، باور کنید با فیلم میزد توی اون چی اسمش فیلم و کارمو تموم میکرد. فیل به هفت اسب چهار رو چیکار میکنه؟ شما میره عقب، اسب پنج بزنه میزنم، وزیری شیش، وزیر شیش، شما این رخ جای هشت، وزیر حالا یه جا دیگه میزنه، رخ جای هشت، رخی سه مات نمیشه. جالب، اسب چهار شاهی که گذاشت اچ هشت، چه یه د پنج بازی نکنم من ابتدا، ابتدای عمد یه د پنج بازی میکنم که این مرکز رو ببندم. لازم باشه سه چارم میکنم، یکم فضا گرفتم توی مرکز. ساماران اینجا اون کشور مدریچه، اسمش کرواسی، آره کرویش، میخایل مودریچ. امیدوارم توی تصویر بوده باشم توی این ویدیو. خب چیش رو بازی میکنه که یکم میل ما رو به بازی کردن اسب چهار بیشتر میکنه. حالا چجوری میخواد جلوشو بگیره؟ تموم نیست بازی؟ چیشش خیلی بد بود، خیلی بد بود. اسب فنش تمام ها، وزیر داد، بله اسب فن بازی تموم میشه. یه بازی دیگه هم بازی میکنم بعد از این بازی، بذار این تموم بشه بعد حرف بزن، بذار حریف تسلیم بشه. وزیر در چی؟ حالا اگه خب تصمیم میگیره که ادامه بده این حریف، تصمیمشم خیلی هم غیر منطقی نیست. دو سوار گرفته، چهار رو بازی کنم، میتونستم رخ بالا برم، چرا F4، رخ بالا رخ اینجا، اینم خوبه. اونم داره میاد رخش رو، وضعیت فعلا بسته است و پنج کیش رو بهم داد. چرا؟ چون ده پنج رو میزنه در ادامه، یا ندید کلا. حالا وزیر درف اینجا ندیده چون دارم اینا میزنم، اینم دارم میزنم، اینم دارم میزنم. تسلیم شدن بهترین کاره در این مواقع. خب
سریع سریع گیم ریویو بزنیم ببینیم اشتباه من و حریف کجا بوده. این دیگه حریفم خیلی بد بازی کرد، اگر دقت من بالا بود به بزرگی خودتون ببخشید. 94 بوده با وجود بد بازی کردن حریفم. این شاخه ایه که در برابر دفاع پیرک بازی میکنه، به حمله 150 مشهوره، 150 اتک. فیلچ هفتش بد بود، اینجا شاید باید آشیش بازی میکرد، به این ساختار بیشتر میخوره که این پیاده‌هاش رو حفظ کنه. فیل چیش منم خوب نبود، میگه د در ای 5. خب اگر با د بزنه آ4 b4، خب این که همون طرحهای عادی. راستی اسب و d1 که نمیرفتن، ای2 میرفتن تو این ساختار، من چرا d1 گذاشتم؟ این میگه بهتر بود. فیل چیش خودم نه، ظاهرا این فیلو عوض نکنم بهتره. میگه d4 رو بزن، بعد حالا اینا هم d1 c3. اینجا داشتم از بیسه بازی میکردم، از رو میذاشتم میسه، فیل در چیش کار تموم بود. خوب شد نذاشتم، زدم زد از بیسه. کامپیوتر میگه باید میزد سریعتر. فیل به هفت، حالا دیگه d5 هم درسته، h6ش افتضاح، اسب 4 بازی تمومه. حتی میتونستم اسب فنکیش بدم زد، حالا اسب اینجا، یعنی اینم خیلی قشنگ بود. هیچ راهی نداره دفاعش، اسب 5 حرکت بریلینت و اتمام کار هم. حالا نباید اینجا میزد این رو، باید یه کار دیگه میکرد، زد دیگه با مات روبرو شد. خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشین. امروز فقط رسیدم دو تا بازی داشته باشم و این دو تا بازی کافی. حالا منتظر جواب سایتم میمونین. یه کلاس خصوصی هم امروز داشتیم با یه استادی توی سایت، تدریس کردم، به ما لذت بردیم. اگه دوست دارین چالش ها ادامه پیدا کنه، لایک ها رو فراموش نکنید، چون که واقعیتش اینه که الان داره به روند و عمل کرده کانال هم لطمه میزنه دیگه. این ویدیوهایی که ویو زیادی نمیخورم، من مجبور میشم که حالا کمتر بذارم حداقل، و ویدیوهای تفسیر و بررسی و شروع بازی اینها رو بیشتر بذارم. به زودی مجموعه های دیگه رو هم خواهیم داشت. از شطرنج و زندگی لذت ببریم.